سلام، یادتونه چند وقت پیش یه ویدیو منتشر کردم، توی اون می اومدیم رنگ یه جسمی رو ازش میدزدیدیم منتقل میکردیم روی جسم دیگه با تمام شدوها و هایلایتاش. تو این ویدیو هم قراره دقیقا همون کارو بکنیم، با این تفاوت که به جای رنگ قراره بافتش رو ازش بدزدیم. ما قراره تو این ویدیو یاد بگیریم چجوری میشه توی فتوشاپ بافت یه جسمی رو کپی کرد روی لایه دیگه انداخت. ما این کارو با یه لایه متنی انجام میدیم، اما این کپی کردن بافت میتونه روی لایه تصویری هم انجام بشه. با همین تکنیکه که ما میتونیم روی صورتمون با حفظ بافت پوست بیایم و یه نقاشی بکشیم، میتونیم روی دیوار یه طرحی رو بندازیم، دقیقاً هم اون بافت گچی دیوار قراره حفظ بشه. با همین تکنیک میتونیم روی پارچه تیشرتمون یه نقشی رو بندازیم، یه متنی رو بنویسیم، یه جوری که کاملاً طبیعی باشه. اگر دوست دارین تکنیک کپی کردن بافت اجسام رو توی فتوشاپ یاد بگیرین، ادامه ویدیو رو از دست ندید. خب بی معطلی فتوشاپ رو باز میکنیم میریم سراغش. خب من تصویر داخل فتوشاپ باز کردم، لینک دانلودش رو تو بخش دیسکریپشن همین ویدیو میتونید پیدا بکنید. تصویر یه حوله که از یک سمت داره بهش نور میخوره، به خاطر همینم هم دو جنس بافت داره، یکی بافت های خیلی ریزی که این وسط وجود دارن، دوم بافت های درشتی که اینجوری سایه انداختن. فقط این توضیح رو من بهتون بدم، ما برای اینکه بتونیم توی فتوشاپ یه بافتی رو کپی بکنیم باید بدونیم که تلورانس تغییرات اون بافت چقدر زیاده. الان شما نگاه کنید، پوست صورت من بافت خشنتری داره، تغییرات توش زیادتره، یا این تصویری که الان دیدین؟ حتما تصویری که الان دیدین تغییراتش خیلی بیشتره. حالا تغییرات میتونه از نظر شما برجستگی های ظاهری باشه که ما میبینیم، بعضی وقتا تغییرات میتونه تفاوت نورهایی باشه که توی تصویر وجود داره، یا هر چیز دیگه. خلاصه تلورانس تغییرات باید ببینیم که حدوداً چقدره. حالا توی این تصویر حوله که دیدین تکسچر و بافت قوی تر و تلورانس بیشتری داره، یا مثلا روی لباسی که مثلا اینجوری پارچش افتاده رو اون سمت و یه قسمتی از این پارچه رو به خاطر چین و چروک زیاد پارچه اصلا دیگه نمیبینیم، حتما پارچه، به خاطر اینکه بجز بافت ریزی که خود پارچه داره یه جوری این بافت شکل گرفته که ما اصلا یه قسمتی از خود لباس رو دیگه نبینیم. اما اینجا که اینجوری نیست، ما اینجا حداقل داریم کل این پارچه رو میبینیم، تاهایی که وجود داره فقط در حدی که یه مقدار نور رو کم و زیاد کرده باشه. چیزی که میخوام بگم اینه، روشی که الان ما داریم استفاده میکنیم برای بافت های متوسط با تلورانس تغییرات تقریبا متوسط مناسبه. اگر ما بخوایم یه مقدار بافت های ضعیف تر رو کپی بکنیم، مثلا مثل بافت پوست که یه بلوک های ریز ریزی تو شکل میگیره، دیگه نیازی نیستش که از این تکنیک استفاده کنیم. اونجوری مثلا میتونیم بریم تکنیک اوورلی بزنیم، تکنیک بلند ایف بزنیم. یه نمونهش هم اینه که من میخوام رو پوستم تتو بندازم، باید بافت پوست خودم رو اون تتو داشته باشم دیگه. اگر آموزشش رو ندیدین میتونید ویدیویی که این بالا براتون میذارم رو چک بکنید. اونجا من اومدم روی تتویی که رو دست انداختم بافت ضعیف پوست رو ایجاد کردم. اما اگر که بخوایم بافت های درشت رو کپی بکنیم، دیگه این تکنیک نه که جواب نده ها، فقط در حد اینه که بهمون کمک بکنه، وگرنه تکنیک های اساسیش دیگه میره سمت لیکویفای و این ماجراها که بازم من براش ویدیو ضبط کردم، ویدیو که این بالا میبینید، برای اینه که ما طرحی رو روی یک لباس پیاده بکنیم. مثلا لباس من الان ساده است، ما بیایم پترن خاصی رو به این لباس اعمال بکنیم. اگر دوست دارین برین اون رو هم چک بکنید، اما اینجا در حد تلورانس های متوسط کاملا تکنیکمون قابل پیاده سازیه. حتی تو همین تصویر هوله هم اگر که این چین و چروک های بزرگی که سایه های گنده ایجاد کردن یه مقدار شدیدتر بودن، یه جوری که دیگه بخشی از این هوله رو میپوشوندن، این روش دیگه خیلی جواب نمیداد و بهتر بودش که در کنار این روش از لیکویفای هم استفاده بکنیم. حالا ما برای اینکه بتونیم تکنیک خودمون رو پیاده بکنیم، اول از همه نیاز داریم که بافتی که اینجا هست رو کپی بکنیم. درست مثل براش ها، فتوشاپ برای اینکه بتونه بافت رو متوجه بشه باید حتما اون بافت به صورت سیاه‌سفید باشه. به خاطر همینم من همین الان میتونم کنترل شیفت یو رو بزنم، تصویر خودم رو سیاه‌سفید بکنم. همین الان دیگه کارمون عملا تموم شده است. منتها برای اینکه بتونیم تفاوت این بافت رو بهتر و بیشتر به فتوشاپ نشون بدیم، من دوست دارم که بیام از این پایین یه ادجاستمنت لیر لول باز بکنم، یه مقداری بیام تفاوت بین سیاهی ها و سفیدی ها رو بیشتر بکنم. مثلا میتونم این اسلایدر رو بسنم سمت راست بیارم. همونطور که میبینید الان شدوهای ما دارن تیره تر میشن. با کرو هم میتونستیم این کار رو انجام بدیم، ولی لول ساده تر
بهتر بود دیگه. نکته بعدی که اینجا وجود داره، من برای اینکه بتونم کپی بهتری از این بافت بگیرم، بذارین زوم رو بیشتر بکنم تا متوجه حرفم بشین. من برای اینکه بتونم کپی بهتری از این بافت بگیرم، میخوام یه مقدار تغییرات ریز رو برای فتوشاپ محو بکنم. مثلا من دوست دارم که این تار مویی که اینجوری اومده بیرون و کاملا هم سفید، تضاد رنگیش با بک‌گراند خودش خیلی زیاده رو داشته باشم، اما واقعا نمیخوام فتوشاپ درگیر یه مقدار روشنایی مثل این بشه. یا مثلا به صورت کلی من میخوام که این راه‌های سیاه بین این سفیدی ها دیده بشن، اما مثلا دوست ندارم که این 4 5 تا پیکسل تیره بیاد تمرکز فتوشاپ رو به هم بزنه. به خاطر اینکه درگیر اینجور مسائل نشیم، میتونم بیام خود لایه‌مو انتخاب بکنم، از بخش فیلترها گزینه بلر و بعد گاوشن بلر رو باز بکنم. یه میزان کمی تاری مثلا الان برای من روی 1 پیکسل هست، همین 1 پیکسل برای من کافیه. الان اوکی میکنم. در همین حدی که اومدم تاری رو انجام دادم، فتوشاپ دیگه درگیر این جزئیات نمیشه. برای این میزان تاری هم دیگه باید حد و نگه داشت. ما اگه بخوایم به فتوشاپ بگیم که تمام این بافت رو کپی بکن، به خاطر تغییرات خیلی کوچیک هم گمراه میشه، الکی کار خودش رو سخت میکنه، نتیجه کارم خیلی جالب نمیشه. اما اگه که بیایم 1 پیکسل 2 پیکسل تصویر خودمون رو تار بکنیم، دیگه تغییرات جزئی از بین میره، خود به خود یه دستی تو بافتمون به وجود میاد. طبیعتاً نباید بیشتر تار بکنیم دیگه، نمیخوایم بافتو از دست بدیم دیگه. الان که دیگه به چنین تصویر سیاه‌سفیدی رسیدیم، برای فتوشاپ کاملا کپی کردن این بافت امکان پذیر شده. به خاطر همینم میام از منوی فایل گزینه سیو از رو میزنم تو محیطی که دوست دارم. مثلا من الان تو همین آدرسی که این بالا نوشته با هر اسمی که مد نظرم هست اون رو به صورت PST سیو میکنم. الان سیو رو میزنم. اگر این پیغامو داد طبیعتا باید اوکی رو بزنیم. حالا وقتشه که برگردم به عقب. من که نمیخوام تصویر اصلی این باشه، من میخوام بیام همون تصویر هوله که از اون اول داشتم رو بازگردانی بکنم. میتونم اونقدر کنترل زد بزنم که به اون تصویر برسیم. من الان دارم این کار رو انجام میدم. یه راه دیگه هم اینه که از منوی ویندو گزینه هیستوری رو بزنم، پنجره که برامون باز میشه تمام کارهایی که ما از اون موقع تا الان انجام دادیم رو برامون نشون میده. من الان این 3-4 تا کنترل زدی که زدم رو میبینید که دیگه خاموش کرده، اما قبل از اون یه سری کارها انجام داده بودم. کجا کار اصلی انجام شد؟ جایی که من اومدم اوپن کردم. پس میام اینجا این رو میزنم، تمام تصاویر ما و هر کاری که اینجا انجام داده بودیم برمیگرده به همون مرحله‌ای که اونجا وجود داشت و اینجوری میتونیم بافت این هوله رو کپی بکنیم. الان وقتشه که بیایم این بافتی که کپی کردیم رو به متن خودمون اعمال بکنیم. قبل از اینکه این کارو انجام بدیم، باید به دوستانی که برای اولین بار دارن یه ویدیو از کانال من نگاه میکنن بگم که من دوشنبه ها و پنج شنبه ها ویدیوهایی رو در مورد آموزش فتوشاپ تو همین کانال منتشر میکنم. دوشنبه ها آموزش فتوشاپ مقدماتی داریم مثل این ویدیو که الان میبینید و پنج شنبه ها آموزش فتوشاپ حرفه‌ای. اگر دوست دارین زیر این ویدیو رو دکمه سابسکرایب کلیک کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید. حالا بریم متن خودمون رو بنویسیم، این بافتی که کپی کردیم رو بهش اعمال کنیم. ما برای اینکه بتونیم بافتی که کپی کردیم رو اینجا پیست بکنیم، باید حتما یک لایه‌ای داشته باشیم. من از یک لایه متنی استفاده می‌کنم، به خاطر همینم میام ابزار تایپ رو برمی‌دارم ببینم چی بنویسم. آره فارسی هم که هست، همین می‌نویسم بافت هوله. شما هر متن دلخواهی که دوست دارین می‌تونین بنویسین، رنگش هم که کاملا کنترل پذیره. من اینو میذارم همینجا بمونه. منتها قبل از اینکه بخوام این تکسچری از این هوله رو که کپی کردم بهش اعمال بکنم، به نظرم بهتره که یه مقدار سایه بهش اضافه بکنم، به خاطر اینکه به نظر میاد منبع نور ما حدودا از سمت راست و بالای خوده داره به این جسم نور میتابونه که این متن ما هم باید تحت تاثیر این منبع نور قرار بگیره. به خاطر همین میام سمت راست این لایه، اونجا که هیچی نیست، دوبار کلیک میکنم، پنجره لایر استایل برای من باز میشه. میام تو قسمت بیولنین باس، به محض اینکه روش کلیک بکنید تیکش میخوره. اینجا جایی که یه مقدار به متن شما عمق داده میشه. من الان از متدهای مختلفی میتونم این عمق رو ایجاد بکنم. ترجیح هم همین پیلوین باس، تکنیکش رو هم میذارم روی اسموت. میزان عمقش الان روی ماکسیموم خودشه، هرچند که سایز خیلی زیادی نداره، برای من 6 و سافتن هم روی 2 تنظیم شده. هر کدوم از اینا شما با تغییر دادنش میتونید متوجه بشین که دقیقاً داره چه کاری رو انجام میده. مثلا این سایزی که میبینید میزان نوریه که این داره قبول میکنه. طبیعتاً اگر که من عمق رو کمتر بکنم، یه جوری نور رو کمتر میکنه که
انگار این حوله خیلی عمق نداره. من الان دوباره تنظیمات رو برمیگردونم به همون حالت خودش، اون که 1000 بود این فکر کنم 6 بود. آره الان به نظر میاد که یه گودی خیلی مختصری تونستم ایجاد بکنم. فقط یه نکته ای که داره اینه که الان به نظر میاد نور ما از سمت راست و بالا داره میتابه، اما الان اینجوری که من دارم میبینم نور ما جهت درستی نداره، زاویه این نور از اینجا تنظیم میشه. من اگه بیام این نقطه که اینجا هست رو جابجا بکنم، میبینی که زاویه ها داره تغییر میکنه و بر اساس اون هم میاد این لبه ها رو نورانی یا با سایه میکنه. من الان این رو میذارم اینجا چون قرار از بالا و سمت راست نور بهش بتابه و کلید اوکی رو میزنم. عددهایی که من الان تنظیم کردم مطابقه با پروژه خودم ها، ممکنه شما بر اساس تصویر و پروژه خودتون کاملا بخواید یه اعداد دیگه ای رو انتخاب بکنید. صرفا ما این بیبلنینگ باس رو زدیم یه مقداری به تصویرمون عمق بدیم، انگاری که روی لبه ها یه سایه ای داریم. حالا بعدم نمیاد که دیگه این بافت رو بهش اعمال بکنم، به خاطر همین میام یه راست کلیک میکنم، convert to smart object رو میزنم، دیگه افکت هامونم با خود لایه متنیمون ادغام میشه، میشن یه دونه smart object و الان دیگه خیالم راحته که هر تغییری که اینجا بدم برگشت پذیره. اگر که نمیدونید چرا تبدیلش کردم به smart object، ویدیویی که این بالا براتون میذارم رو چک بکنید، مفصل در مورد smart object ها، رسترها، مزایا و معایبشون، وکتورها و این چیزا صحبت کردم. ما برای اینکه بتونیم بافتی که کپی کردیم از این هوله رو به متن خودمون اعمال بکنیم، فقط کافی که بیام از بخش فیلترها گزینه distort و بعد displace رو بزنیم. به این تکنیک میگن displacement map، چون ما در اصل یک مپی رو از این هوله گرفتیم که توی اون مپ، توی اون نقشه بافت هوله جا گرفته بود. الان فقط داریم اون رو اعمال میکنیم. چجوری اعمال میکنیم؟ یه اسکیل افقی داره، هوریزونتال اسکیل، یه دونم اسکیل عمودی داره. این اعداد کاملا برگشت پذیرن، به خاطر ما اینجا اسمارت آبجکت داریم میتونیم نگرانشون نباشیم. فعلا شما هم مثل من روی 10 و 10 بذارین، بعد نتیجه کار رو میتونیم ببینیم. اگر که مناسب نبود میتونیم اعداد رو بیشتر یا کمتر بکنیم. این گزینه ها هم مثل کاری که من الان انجام دادم همینجوری تنظیمش بکنید و با همین اعداد 10 و 10 کلید اوکی رو بزنید. الان از من میپرسه که displacement map ما کجاست؟ همونطور که میبینید بالا نشه choose displacement map، که خب ما باید بریم همون فایلی که خودمون سیو کردیم رو به فتوشاپ معرفی کنیم و open رو بزنیم. یه مقدار زمان از ما ممکنه بگیره و بعدش این تغییرات رو اعمال میکنه. همونطور که میبینید الان یه مقدار بافت ما رو کج و کوله کرده. اینکه چرا انقدر کج کرده، چرا مثلا اینجا رو داده تو ولی مثلا کنارش رو داده بیرون، اینا دیگه بر اساس روشنایی هایی هن که خود فتوشاپ تشخیص داده. حالا اینکه چرا این رو انقدر داده تو و این یکی رو انقدر داده بیرون، این اون چیزیه که مربوط میشه به همون 10 و 10 که ما اینجا تنظیم کردیم. یعنی مثلا من الان اگر که بیام اینجا دوباره روی دیسپلیس خودم دوبار کلیک بکنم، دوباره این پنجره باز بشه، این رو بکنم 20 و 20، انتظار دارم که این تغییرات خیلی شدیدتر باشه. بقیهشو دست نمیزنم، displacement map خودم رو برای فتوشاپ معرفی میکنم، میبینید این بار تغییرات شدیدتر شد. به خاطر همینه که شما میتونید بر اساس پروژه خودتون بیاین این تغییرات رو به فتوشاپ معرفی کنید. من کنترل زد میزنم چون به نظرم همون 10 و 10 برای تصویر من مناسبه. ما الان بافت مناسبی رو تونستیم ایجاد بکنیم، اما دو تا مشکل داره. یکی اینکه این تارهای حوله باید این وسط هم باشن، که خب ما با یه بلندینگ مود اونو درست میکنیم. دومی که من الان اگر زوم بکنم میبینیم که این لبه ها خیلی روی متنمون هارش و تیزن، اما روی بک‌گراندمون که این حوله باشه خیلی نرمتر و تارتره. اول از همه میخوام رنگشو درست بکنم، بذارین یه مقدار زومو عقب‌تر بیارم بتونیم دیدمونو بهتر بکنیم. میام این لایه متنی خودم که البته الان دیگه اسمارت آبجکت شده رو انتخاب میکنم، بلندینگ مود اون رو از بین تمام اینها میذارم روی لینیر برن. خب حالا چرا لینیر برن؟ چون جواب میده. خیلی از فتوشاپ کارای حرفه‌ای هم نمیان وقت بذارن عکس خودشون رو تحلیل بکنن، بگن مثلا من متنم این رنگیه، بک‌گراندم اون رنگیه، مثلا برایتنسشون انقدر درصده، نمیان این تحلیل‌ها رو انجام بدن. خیلی ساده اون بارا دونه دونه بلندینگ مودهای مختلف رو چک میکنن ببینن که کدومشون رو تصویرشون جواب میده. بهتون بر اساس تجربه خودم میگم که برای این تکنیکی که الان رفتیم، تکنیک displacement map، بهترین حالت لینیر برن. شما اگر که دوست داشتین میتونستین بیاین لایه خودتون رو انتخاب بکنید، تمام بلندینگ مودها رو چک بکنید، بر اساس نتیجه که میبینید انتخاب بکنید که کدومش براتون مناسب تره. اما به نظر من لینیر برن خیلی میتونه برای این افکت مناسب باشه، البته نه به صورت خالی. به نظر من اگر یه مقدار اوپاسیتیش کمتر باشه نتیجه کار بهتر میشه. اینکه اوپاسیتی چند باشه دیگه کاملا بستگی به رنگ بک‌گراندتون، رنگ خود متنتون و چیزای دیگه داره. همین الان فوق العاده شده تصویرها، اما
خاطر اون ایرادی که بهتون گفتم، یعنی هارش بودن این، من ترجیح میدم که همین الان دوباره بیام لایه رو انتخاب بکنم، دوباره فیلتر بلر بعد گاوشن بلر رو باز بکنم، با همون یه پیکسل کلید اوکی رو بزنم. میبینید که الان بافتمون هم کاملا یک دست و یک دست شد. الان اگر که زوم رو عقب بیارم میبینید که چقدر نتیجه کار طبیعیه. فقط به عنوان آخرین نکته، این دیگه کاملا آپشنال ها. اگر از همون اول رنگ این متن رو ما درست انتخاب میکردیم که خب هیچ، اما اگر مثل من خیلی روی رنگ دقت نکردین، همینجوری یه رنگ الکی رو تنظیم کردین، میتونید الان بیاین اینجا مثلا هیو سچوریشن رو باز بکنید، با زدن این گزینه این هیو سچوریشنی که باز شده رو کلیپ بکنید به لایه پایینی، تا هر تغییراتی که شما الان پیاده میکنید محدود باشه به لایه پایینی خودش، یعنی این متن، و دیگه بک‌گراند شما تغییر رنگ نده. الان خیلی ساده من میتونم رنگ های مختلفی رو اینجا تست بکنم و اینجاست که دیگه ویدیو ما تموم میشه. انصافا روشیه که نتیجه کار خیلی طبیعی از آب در میاد، مخصوصا برای بافت هایی که تلورانس تغییراتشون متوسطه. من برای تلورانس تغییرات کمتر و بیشتر هم بهتون ویدیوهایی رو معرفی کردم و بهتون نشون دادم، اما خب باز هم تنها روش هایی که ما برای کپی کردن بافت استفاده میکنیم همین دو سه تا نیست. باز هم روش های دیگه ای داریم که حتما تو ویدیوهای آینده بهشون میپردازیم. اگر این ویدیو براتون مفید بود لطفاً همین الان ویدیو رو لایک کنید. یه چیزم بهتون بگم، اگر که ما بخوایم یه بافتی رو از یه قسمتی از تصویر کپی بکنیم، چون الان کل تصویر ما بافت هوله رو داشت، اما اگر که این بافت هوله فقط توی یه قسمتی از تصویر بود با چی کار بکنیم؟ هیچ فرقی نمیکنه، دقیقا همین مراحل باید بریم، چون ما تو اون دیسپلیسمنت مپمون میایم بافت کل تصویر رو کپی میکنیم. خب کرده باشیم، ما که قرار از یه قسمتش فقط استفاده بکنیم، دیگه مهم نیستش که بقیه بافت تصویر توی دیسپلیسمنت مپ خودمون هست یا نیست. حیفم میومد این نکته رو بهتون نگم. الان دیگه واقعا ویدیومون تموم شده. لایک کردن ویدیو رو یادتون نره. اگر دوست دارین همچنان تو فضای آموزش فتوشاپ باقی بمونید هم میتونید روی یکی از این دو تا ویدیو که رو صفحه بهتون پیشنهاد میکنم کلیک کنید، ادامه ی آموزش های من رو هم ببینید. خیلی ممنون، خدا نگهدار.